ایالات متحده آمریکا ضمن ابراز نگرانی در مورد پیمان امنیتی میان چین و جزایر سلیمان هشدار داد که این توافق میتواند به چین اجازه دهد تا نیروهای خود را در جزایر سلیمان مستقر کند. نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا میگوید این پیمان امنیتی ممکن است منطقه اقیانوس آرام را بی‌ثبات کند. برای پیگیری جزئیات بیشتر همراه میشیم با همکارم علیرضا محبی که از ملبورن ما رو همراهی میکنه. علیرضا، از تازه ترین واکنش های ایالات متحده بگو به این پیمان امنیتی که میان چین و جزایر سلیمان منعقد شده. سمیرا، تصمیم جزایر سلیمان برای مشارکت با چین جهت مقابله با تهدیدات امنیتی در منطقه اقیانوس آرام علاوه بر استرالیا، حالا واکنش ایالات متحده آمریکا رو هم به همراه داشت. آقای نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در تازه‌ترین واکنش ضمن ابراز نگرانی به این توافق هشدار داده که این توافق میتونه بی‌ثباتی در جزایر سلیمان رو افزایش بده و وضعیت نگران کننده ای در اقیانوس آرام به وجود بیاره و درها رو برای استقرار نیروهای چینی در جزایر سلیمان باز بکنه. کاخ سفید روز دوشنبه اعلام کرد که آقای کورت کمبل هماهنگ کننده منطقه اقیانوس هند و آرام به کاخ سفید به همراه آقای دانیل کریتنبریک دستیار وزیر امور خارجه در امور آسیای شرقی و اقیانوس آرام به همراه تیم متشکل از مقامات وزارت دفاع و آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده آمریکا این هفته به سه کشور جزایر سلیمان، فیجی و پاپوگینه نو سفر خواهند کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته که نگرانی در خصوص موضوع چین یکی از موضوعات اصلی هستش که با مقامات جزایر سلیمان در میان گذاشته خواهد شد. فوریه امسال ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که در تلاش برای مقابله با نفوذ چین در منطقه و به عنوان بخشی از تعهد دولت‌های بایدن جهت اختصاص منابع دیپلماتیک و امنیتی بیشتر در منطقه اقیانوس هند و آرام، سفارت خودش در هونیارا پایتخت جزایر سلیمان رو باز خواهد کرد. در همین ارتباط بعد از سفر آقای زد سیسیل جا وزیر توسعه بین المللی و اقیانوس آرام استرالیا به جزایر سلیمان در هفته گذشته، سناتور ماریس پین وزیر امور خارجه استرالیا در تازه ترین واکنش به این موضوع، به این پیمان امنیتی میان چین و جزایر سلیمان در خصوص نگرانی ایجاد یک پایگاه نظامی چین در جزایر سلیمان، گفت که جزایر سلیمان یک تضمین‌های بسیار مهمی رو ارائه کرده و آقای مناس سوگاواره نخست وزیر جزایر سلیمان به وزیر امور خارجه استرالیا گفته که پایگاه نظامی چین در جزایر سلیمان ایجاد نخواهد شد.